شما تشریف بیارین که گو خود جای دلو تو ده جم که فلم مل متر لو ده دی اقل شلغم دینی که خو دستی مت لو ده جم که دواره دی تا بچه اقل سایکو شغاله فلم شغاله جم که لو ده یک دقیقه لو یک ده دقیقه هست که شاهین صاحب لو ده امیر آدمه نم برخواه انداخته نمیده برای ما امیر نشده نم انداخته پایین امیر نم انداخته یک ای آدم اگر الهی ندب لو ده لو ده شاهین سگو صاحب کنی این تو آدم ها الهی نه این شاهین آدم صاحب که امی آدم شاهین ما صاحب بفهم ما توینش نمی کنم این آدم مسکین شاید که از دیوان خانه فرار کرده باشه خودش دکتونی تهره آمده حال مرا دو میزن او برادر او برادر در گوشت باش در کارت باش مرا چی کار داری کدام روز توهینت کردیم کدام روز بد گفتیم کدام روز حال مرا میفهم مذرت از چی بخوایم با قرآن غیر از خدا از یک کس مذرت بخوایم خدا پیدایم کرده تو کدام بگیل هستی که ما مذرت از کس بخوایم ملت ما همیش ملت با غیرت ما ما بدد دست به سینه استاد هستم هر لحظه اگر کدام گپ بد زده باشم از ملت خود مسالا گفتیم مذارت میخوایم حالا میگویم مذارت میخوایم نام کشی الهی بدر هر خردشوال بدر ایسه کن بیا سر ما نام بکش برو کم شد دیانا دیگر رسید در اقلق بخیر دلم بیغم میشه بولا میارم اتانه قسم میکنیم ضربتی هیچ چیزی نمونده کابلی سلام برسید خب مثلا که تیر میشه باز کابلی پیدا میشه با گم میشه در گشت از کابلی با گل زده رئیس مدیراتور در گشت است خیلی ببینید تشکر دوستای عزیز بسیار ممنون از لطف و محبت شما خداوند با عزت داشته باشه همه شما ارزش دارین و اینی که یک بخلم کدام چیزی شده گرشت اونا میگم سر بینی من خیلی بدم کدام گپ شده سعی کنین 800 نفر است به خدا فقط 9000 دیگه مونده ام یک ضربتی وقت 9000 دکه یک لک میشه باز بگی خود دیگه خلاص حالا خوب تیک تاکرات بداریسه که 5000 لک بر نداره از همین خود زورشون میته که 1000-2000 نفر در لایف همه مردم های با عزت با آبرو با شرف خانواده های بسیار عزیز خانواده هایی که ارزش داره میخواین صدای بچه فیلم خود بشنون میخواین کنرمند خود بدر که پایش بشنون نه آدم هایی بدر ببند و باره که ایت منطق در مفکورش نیست سر به خود گب زده میره دو میزنه ایره چه کنه یک چیز را آدم بشنون یک چیز بیاموزه صحبت های من صحبت های دوران پدرها و پدرکلان هایتون است مردانگی های پدرهایتون قصه میکنم بسم الله دوستان سفر مقصد خالی نمانین بسم الله از یک نفر ما ببینیم کی هست دو نفر بالا میارم برای چند دقیقه که دوران قالین بافی چه قضاوت میکشیدی و فیلم جور میکردی سینمای افغانستان برای ما زنده نگاه کردی این تیک تاک شاهین صاحب برای شما جور شده نه برای ما نه برای ما این تیک تاک برای شما این صفات مجازی حق از شما است هر کاری که تو بکنی اگر آهنگ بخونی هلو اگر آهنگ بخونی اگر کمدی بازی کنی اگر هر کاری کنی برات میزه با شاهین صاحب میزه به ستاره افغان هستی در قلب ما جای داری ما امایم طرف احس از طرف ما طرف احس کردید شاهین صاحب ما کسی که خلافت لایف ما اطمان وارا کوبیدیم شاید در صفحه ما بری ببینی یک دفعه ببی او یک چکل اندخر ما برای کوبیدیم ما تو را درک کردیم خود تو برازار تو را یعنی اول تو بچه نبودی یک بچه بسار با استعداد یک بچه تحصیل کرده یک بچه با عزت پدر با عزت، قبیل با عزت دو نفر هسته بده باز اتصای مرا
بالا کده کارهای میکنه اگلایی شاین صاحب، شاین صاحب تو بچه فلم ماستی، شاین صاحب تو بچه فلم ماستی، در قلبای 37 میلیون نفوس افغانستان جا داری. ما شبان آرام خوی کردیم فلم تو رو با پیسه خریدیم، با پیسه سعی کردیم. شاین صاحب اگه فکرت باشه او وقت ویدیو کرایی بود اگه یادت باشه، وطن کشیدی و خانوادهای وطن کشیدی و این مردم خیره. شاین صاحب امی هر چقی کرچی میگه ترکست خیر، اگه قارت آمده نمی امید فقیری رو دو بزن، تو خدا جگر خون نکن. فقیری سب تخلص بابا و از ما هم کل بیادرهای خودی قربانت شاین صاحب، با خدا وقتی که تو جگر خون میباشی در خانواده ما کل اگه سعی میکنیم بر رابطه کل ما جگر خون میباشیم. هزال نه شاین صاحب، با خدا اشکست چشمای من او زمان یادمه که شما و چقدر سختی و چقدر زحمت فیلم جور میکدین، شبانه موزیک سنتر ارباب رو تو تاجی کم این کلش هم تو یادمه. ما دو بار برای دوستان گفتیم که به شاین صاحب تیک تاک هست و بچه وحید فهمانی که بود در آجی کم بچه های فهمانی چی بوده که بسیار خوب بچه هست فهمانی بسیار اندیوال هایم بود احسان فهمان همونجا دوکان داشت حسن ای من این ارمان ها داشتم شاین صاحب که من از اروپا بیایم راز بیایم در دفتر یک کامره مخفی یا یک چیزی که تجور کنم. خدا مهربان است که در آلمان اگه مشتاق دیدار هستم که ببینم. حالا من در آلمان هستم خواست توی 800 کیلومتر دوری هستم شما. بیا در این فیلم افتتاح من چه خدا برسان دیگه با سر چشم شاهین صاحب، هر چی کار باشه امر باشه خدمت باشه ما در خدمتت شاهین صاحب. فهمم یک کار کو یک خواهش مرا بگی اینم که مردم لوچک لندغر ما ماجینشو بر ما بانشه، بر ما بانشم، ما اینجا دوزارایت هستیم، خون جان ما فدای سرد، تا یک قطره خون در جان ما فدای سرد شاین صاحب. ملک تو یک ستاره قلبای ماستی. ملک بیچاره زنگ زد مذارت خود آل طوفان مزاری پیدا کرده یکان گفت سر ما میزنه زود پاینه. دوستا عزیز نمیجه یک کار کنه اما طوفان هم بر ما شیر کنه. ملک همه دینه رو سرش ویدیو بالا کردم این قدوش زدیم که مذرت ناق نخواست از شاین صاحب، این قدوش زدیم که تا دلت باشه این وقت نیستی دوست های تسی هم وطن های تسی مایش اونمو آدم هم بر ما روان کنیم. ما بچه ها رو میگم که ویدیو بالا کنه که دیگر نامش نفر که نام تبی گره ارفانه که بسار در ناموس آدم میرسه در عیسیت و نام حرف نام مردم مزار با غیرت من آل نامش رو نمیگرفتم از خاطر تو گرفتم. اگر شما واقعیت فرهنگی هستین با عزت هستین پیش من اینمه تو انسان ها رو شما باید از تیک تاک گم کنین چطیاته. شاهین صاحب سرم و فدای سرت حداقل بسیار چیزها را ماستو از مدیم یاد گرفتیم. شاهین صاحب در وقتی که دوره مهاجریت دوره غربت بود خودت که یک فیلم جور میکدی برای ما یاد وطن یاد مردم ما را من در یادش منداختیم. ما شوا شیشتیم ویدیو کرا کردیم فیلم را سعی کردیم شوا شیشتیم روی فیلم نارم خوی کردیم و در سینما عجیبات قربان شاهین صاحب این مردما بی خیامت دل جمع باشه ما طرفدارت هستیم ما کتیت هستیم هر امر خدمت کار باشه ما در خدمت تو کدام بچه هستی شناختمت خب صحیح مشناسمت در دوران یه روز در لایف ما محمدی آفرین در قالین بافی قالین مفروختین یادم آمد بله ما در خیبر بازار قالین فروشی داشتم ما میفهم قالین فروشی های بود که دو ازبکان باشه ترکمن ها که بود نه او چی بود؟ نمیشم قول قول که بود رئیس مارم خدا بیامار کده رئیس مارم نه رئیس مارم شما نمیشم چی بودن؟ در مقر مارکت بودن با قرآن همون بچه فوت کرد با قرآن الله خدا باشه شکر داشتم رئیس مارم از عرب اونو بدر که ما سلامی میزنیم در رفاقتش میامد در پندی موجر گرفته هم مرم میاورد 5 روز 10 روز در خانه خود عزت میکرد. من که میامدم در واجی کم پیش از امو بودم در خانه امو بودم من شب و روز بس اینه شاهین صاحب شما از همونجا میشناسیم مزایم وقتت نمیشم باز اگان وقتم شما در وقت داری امو را اگر در خوبی میفهمم دوستای عزیز یک خواهش میکنم امتان عزیز کسی که دوستدار شاهین صاحب هستین خواهشن هم یک لایفش برای ما روان کنین امشالله مایی ترش کنم پرزش میکنم گفتم وطنی واسکتش میکنم که دیگه نام شاهین صاحب که زبان خود بیاره باید اول کلمه خود خب مشناسی او را هر کی او دو میزنه او نمشناسیشه نه با خدا شاهین صاحب ما که دفنه ما نمی خیلی فایده نمشناسی جنرال میگه یک ضابط خود ضابط بود دگه یادت باشه در مزار شاهین صاحب بزرگ پیدایش میکنم شاهین صاحب ما پیدایش میکنم قربان شاهین صاحب عزیز قربانت
ما ملت افغانستان درست است که بعض وقتا می گفتند که افغانستان غیرت داره، درست است غیرت داره، ولی اگر سیل میکنی بسیار در حساب غیرت در رده صفر هستیم. یعنی تو که دور است قرآن آجان کاکاش با قرآن یعنی البته من دو بزن بگی بیزت کو ای خو کاکی نیست. یعنی ما شما را خوب میشناسم، شما شخصا به خانه ما هم آمدین در کابل، یعنی پدر من خوب میشناسه. این امیال مثلا یک دو ساعت پیش من نشان دادم، بسیار میگه که آدم شریف است. یعنی در کابل ما دیگه چیز نمیگم که مثلا من کی هستم و کی خورا باز باز در شخصی گپ میزنیم. عزیز هستی برمارکی که هستی قربان، سلامت باشی، زنده باشی شاهین عزیز، پشت از امی چیزا نگرد، ساعتت تیر کو بزاتا مشهور هستی و مشهور می باشی، افتخار وطن ما می باشی. من نوکرتان هستم، ولا بلا خاک پای شما ملت هستم، هیچ بالایی از شما ندارم، همیش و محبت میدم. همونجا یک سینماگر من خفه شده بود از ما، بسیار زیاد باید ما یادآوری کنم پشوی کلگی. یگان تا امی چیش کم است، ما بالا آورده نمیتونم، معذرت مرا قبول کنین. دوستان عزیز 700-800 نفر هستین، یکی از سینماگرهای ما البته دوست داشتنی است که رولا جان رحیمی است، فیلمساز، شاید دیده باشین فیلم افسر قهرمانشه و فیلم درد بود به خیالم، فیلم یا همین چیزا بود، فیلم درد بود به خیالم. برادر انجینر صاحب حبیب یکی از دوستای بسیار خوبم که در هندوستان زندگی میکنم، فیلم های زیاد داره. همینجا یک وقت سرپرست اتحادیه سینماگرای افغانستان بود و نظر به این که درسش زیاد شد فعلا در درس است، بیادر ما است، غلط فهمی شده بود، ما این اشتباه گفتن که رولای رحیمی والا پشت تو گپ میزنه، توهین میکنه و پسان فهمیدم که نه، او برادر رولای رحیمی یکی از دوستای خاص ما است، از ما دفاع کرده و ما در این لایف خود بیادر میبوسمش، ازش تشکری میکنم از رولای رحیمی که غلط فهمی حل شد امروز. برای ما بسیار یک آدم خاص گفت که رولای رحیمی همیش از تو پشتیبانی کرده. رولا جان رحیمی هر جایی که هستی بیرقت بالا باشه، سلیم شاهین امو لالای بزرگت بوده و عالم همه طور کدت استاد هستم که کارهای سینماییت پیش بره و ما لال دورانی را داریم با خود، همیش بزرگ است، ریسفید است. ما میخواییم که اینمی بخش سینما را یک آشتی بزرگ بین سینماگرها، ما انشالله بزودی و میزودی یک آشتی بزرگ بین سینما، ما سینماگرها یک قسم بین ما بیدار یک تفرقه افتیده، همی گند و گندبازی شدیم. ما یادقات شان بهترف هستم، ما میتونم که یارا یک جای بسازم. زنده باشی، بفرمایید دوست عزیز نازنین فردین امیری، خوش آمدی. دوباره ما در لحظه پی باشم در والی خیرم و صاحب فیلم اعلان کن که چه وقت بخیر در روزی هیت فیلمی در بله بله فیلم جدید، دو فیلم جدید، روز اولی دومی سومی بعد از این انشالله اعلان میشه. دوستا فیلم بسیار کمال میل با محبت، فیلم وطنتان است، کار وطنتان است، استقبال وطنتان است، نام وطنتان است. یایی که برادر ایسه که از چی میگه نشک امی جناورا که دو چی هسته باغوش اینا مشکل داره اینا. شاید بزرگ بار، شما یک شخصی که در دسترخان پدر بزرگ نشده باشه، در پشت گو خر و در پشت چهار تا قماندان گشته باشه، همچین یعنی شما جای پدر از این هستین. اگر اینا پدر خود احترام داشته باشن به شما اصلا این کار ای گپ نمیزد. او بیادر اگه بسیار یک بهتر امانت خدا را امانت سعی نگاه نتانسته ای
ای پدر خدا چطور احترام میکنه برادر؟ همون چیزی که نعمت خداست بر انسان داده شده که استفاده سالم شوه، همون رسده ای برباد کرده. دیگه از این چی توقع داری دلالا؟ خب اینمی برادر جایل است. خب ما بر ازی آدم توین نمیکنم، می آدمی که هست ما با عزت گفتم بفرماین شما ببینیم قضاعت کنیم. شما اینه تر انسان ها ما داریم. یک خواهش از خودت میکنم، یک خواهش از خودت میکنم که کسی که نمیشناسین نیارن بالا. ما یک خواهش میکنم است، چون که مردم ما دور از خوبا باشه، دور از خوبا باشه. اینمی گپه دیگه، گپه آت ندارن، گپه بدارن و نجیب بروت مسکینون بندی شده خر جمع کو خر. اینمی قدر گپه آیات دارن یا خوارتا یا مادرتا یا خوارتا یا گم کن جمع. ایچی مانا ایچی مانا بچی جان کاکاش اگه مرا دام بزنی تشکر خانه تا باد. چی میگی دیگه بگو؟ برو بخیر پناهت به خدا دو دی هرچی دو میزنگه. اگه مرد باشه عزت داشته باشه این نمیگه برش بس است، باور کن. یک لک دفع مرا دو بزن ولی اگه چیزی بگویمت و اگر پدر خدا و برادر کلان می داشت، اگر تربیه فامیلی می داشت، هیچ وقت یک کلان خدا یک بزرگ آدمی خدا آدم یک آدم من خدا دارم نمی کنه. علتش خالی بفهم مال خود نامرده نامرده رو روزگار علت تا خود بفهمم که تو چی میگی. حال ما چی کار کردیم در حق تو که ما را تحویم می کنی؟ ما بجز که مثلا خوشحالی و خوشبختی لبخند در لبای ملت افغانستان میارین، بجز از شما کدام بدی نرسیده به این ملت؟ نمیفهم که چرا که جاهل هستن. مولا ابرارم عزیز چک دان فقین عزیز، بغیر از خنده بغیر از بیادر میگم بچگک براشو بس خلاص، اخلاق تا صحیح کن دیگه چیز نمیگو بش. عزیز دل بلستی خوش آمدی مایک تا اموات هست. سلام بر شما شاهین صاحب و سلام به دوستای عزیزی که در داخل لایف هست و مهمانای لایفت و از خیلی خوشحال هستم که امشب برای بالا آوردی که همراه شما صحبت میکنم و زیارتت میکنم. واقعا قلبا دوستت دارم و دوستت خواهیم داشت و تا خانه آخرم در همین فضای تیک تاک بنده خدمتگارت هستم شاهین صاحب. و یک دو تا گفتنی داشتم. من خیلی وقتا در لایف هایت میایم، یکی از دوستا واقعا همیشه که همیالم زیر لایف تست که من خیلی دوستش دارم و همیشه طرفدار تست و پشتبانی ازت میکنه و همیشه لایف هایتان شخصا برای من شیر میکنه تا من بیایم لایف های شما رو و برنامه زیبای شما رو نگاه کنم. و گفتنی من اینمی است شاهین صاحب که واقعا امی هموطنای ما بعضیایش دور از جانی از خوبایش، بعضیایش چشمی دیدنی تو رو نداره، چیزی که در افغانستان نداشت این امی جم در فضای تیک تاک نداره واقعا، چون که تو یک آدمی واقعا رسیده هستی، بچه فیلم ما هستی و خدمت بزرگ را در افغانستان کردی تا وقتی که خودت در افغانستان بودی و اینالی که شما آمدین در آلمان اینجا زندگی میکنین و یک سری هموطنای ما که هسته وقتی میبینه که یک نفر داره پیشرفت میکنه بالا میره ولی روز اول استقبال و دنبالش میکنه، وقتی دید که نفر بالا رفت بعد میره پشت سرش ویدیو آپلود کو دو بزن فوش بده چرا نفر بالا رفته، این خودش یک حسادت بزرگ در بین ما است متاسفانه. و دیگر کشورها و دیگر جاها میبینی که یک نفر کمدینش یک نفر فیلمسازش او رو چقدر تشویق میکنه و فیلمایش نگاه میکنه و او رو واقعا ازش استقبال میکنه، مثل بچهای فیلم دیگه کشورها رو نگاه کن، هر کدامش بر میلیون ها نفر طرفدار داره، میلیون ها نفر اونا رو استقبال میکنه، ولی ما ملت شریف افغانستان دور از جان خوبای ما باشه، ما تا میتوانیم این پایین میکشیم تا میتونیم اینو توهین کنیم تغییر کنیم که چرا جلوی پیشرفت رو بگیریم. تا خدا جلوی پیشرفت رو نگرفته شاهین صاحب بنده هیچ کاری کرده نمیتونه. و در این ماشاءالله و در این شب و روزا کسایی که مثلا روی تو برنامه میگیره و کسایی که برای تو ویدیو میسازه، چون اینها دیگه هیچ هنری ندارن و اینها یه سوژه لایفی ندارن، از خودش یک چیز نداره که مثلا بیای لایف بذاره برای ما صحبت کنه حرف بزنه و این که سوژه نداشته باشه مجبور میشه که شما رو مثلا سوژه لایفی خودش درست کنه و در قبل شما حرف بزنه، چهار تا بی عقل بی سواد بره زیر لایفش از اونها مثلا تشویق کنه یا وارو فالو کنه یا وارو مثلا ویدیو
ویدیوهایش ببینه. و شما هیچ وقت شاهین صاحب، چون دیشب در لایفتون بودیم، با خدا قسم من گریم گرفته بود وقتی گفتی من از تیک تاک میرم و فلان میکنم. واقعا من شخصا خود جانم ناراحت شدم، شخصا ناراحت شدم. من عشق ما اومد، گفتم ببین این آدم زمانی که در افغانستان بود چی قدر و عزت میکردیم، چی قدر و عزت داشت، و حتی فیلم هایشان ما میرفتیم. به خدا قسم هستم من خود ما تلویزیون نداشتیم، فیلم میرفتیم در خانه همسایه ما نگاه میکردیم، فیلم چرخ تو و بعض از فیلم های دیگه بود. خب ما میرفتیم سعی میکردیم. و دومن برای فعلا فضای تیک تاک جوری شده شاهین صاحب که هر ویدیو جور کنه، هر فیلم کنه، میخوای از بغل تو بیو فالوور جمع کنه. هدفش اینمی هست و دیگه هیچ هدفی نداره. و شما هیچ وقت خودتان ناراحت نکنه شاهین صاحب. من یادم میای زمانی که شما لنکلوزر و کروزین و لکسی سوار میشدین، اینا دوچرخه هم نداشت که در افغانستان سوار شوه. خب حالا در اروپا یا در کانادا و اینجا رسیده، خودشه به نام بیزنسمن و به نام بیزنس آنلاین و به نام فلانی فلانی جا ده، ولی سوادم نداره. دو تا قلم کتابچه رو پیش خودش میمونه، او رو من نمیگم سواد. تو باید جوری سواد داشته باشی که تشخیص آدم را بدی که بد کیه، خوب کیه، این آدم چیکاره بود، ای آدم چی کاره هست، ای آدم چی خدمتی کرده، ای آدم چی دستاوردی داشته، ای آدم واقعا در صد سینمای افغانستان یعنی بچه فیلم ما هسته، ای آدم سینماگر هسته، ای آدم هنرمند هسته شاهین صاحب. و شما همیشه کوشش کنین که واقعا با روحیه بالا و هر چی که پشت سر شما ویدیو آپلود کنه یا مثلا پشت سر شما حرف بزنه، و شما اصلا اینجوری آدما رو مد نظر نگیرین، چون اینها در حد شما نیست. بله اینها در حد شما نیست شاهین صاحب. تشکر از اینکه برای ما وقت دادی و دوستای دیگه هم صحبت کنم. من شخصا خود جانم همه جوری هزار لحاظ بگی بنده در خدمت هستم. من در فرانسه زندگی میکنم شاهین صاحب. ممنون و سپاسگزار برادر عزیزم بزبان. از محبتت، از صحبتای بسیار عالمانه و برادرانه من سپاسگزار هستم. کاش که مثل خودت داره تمام جوانا و ملت افغانستان به مو مفکوره عالی پیش بره. هیچ امروز ما در این حال نمی رسیدیم، در این بدبختی نمی رسیدیم، به وطن نمی بودیم. اما بدبختانه همین حرکت او حرکت مرام دیدی، برخورد مرام، ما خود کدام چیزی نگفتم شید، گفتم برو خنده کدم برش خلاص. واقعا خودم افتخار میکنم شاهین صاحب. نگاه کن، آدم نمیتونه خودش قد یک بچه‌ای که مثلا 5 6 ساله باشه خودش مقایسه کنه. چاله ما اولام تو گفتم برو جان کاکا برو بخیر. خدا خیرت بده. بازم تشکر میکنم از دوستا و از طرفدارای که به اصطلاح کار کرد تا طرف مجبور شه بیا خودش زنگ بزنه، خودش پشیمانی کنه، معذرت خواهی کنه. اینمی برش کافیه. ما تشکر میکنم از تمام دوستا.